روزنامه معروف فرانسوی طی گزارشی تلویحا از نقش حکومت سعودی و ولیعهد آن در حمایت از گروههای افراطی اسلام تس... اسلام ستیز پرده برداشت. در این گزارش آمده که پلیس فرانسه یک دیپلمات نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را که حامل پول زیادی در فرودگاه شارل دوگل پاریس بود، دستگیر کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. روزنامه لوموند چاپ فرانسه نوشت یک دیپلمات نزدیک به محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی نیم میلیون یورو پول نقد در کیف خود داشته و از فرودگاه بینالمللی ملک عبدالعزیز به فرودگاه شارل دوگل آمده بود که دستگیر شد نویسنده این گزارش درباره دلیل حمل این مبلغ پول و جایی که قرار بود هزینه شود میپرسد آیا این مبلغ برای تأمین گروه های افراتی اسلام ستیز است یا حقوق قاتلان عجیر شده یا یک رشوه برای خوب جلوه دادن وجهه بن سلمان در ادامه این گزارش آمده مبلغ کشف شده با دقت تمام در جیب های پلاستیکی قرار گرفته بود و با کش های پلاستیکی محکم در داخل یک کیف عادی جاسازی شده بود پس از چند ساعت گفتگو به صاحب این کیف پر از پول نقد اجازه داده شد تا با کلیه وسایلش به شهر نیس برود بر اساس این گزارش مسافران در صورت حمله این مبالغ به صورت نقد باید جریمه بزرگی پرداخت کنند اما جرمی نیست که مجازات آن زندان باشد در چنین شرایطی مقامات مسئول در مبدع می بایست مستقیما مقامات مافوق خود را در جریان این مسئله قرار دهند همچنین طرفهای زیربط مانند اداره ملی اطلاعات تحقیقات گمرک و سرویس تحقیقات مالی غذایی باید از این مسئله اطلاع یابند پایگاه خبری 26 سپتامبر با بازنشر این گزارش نوشت در اقدامی تکان دهنده برای جهان اسلام پادشاهی سعودی از زعامت خود بر مسلمانان جهان عقب نشینی کرد و مسائل آنها را به حال خود رها کرد همانطور از حمایت از اسلام و پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله دست برداشت که آخرین آن ارائه طرحی برای خنسا کردن کارزار تحریم کالاهای فرانسوی از سوی مسلمانان بود